سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز باید این بای برنامه هیپ هاپی جدید و اسمش هست 100 تا از بهترین فیت های رپ فارسی. خب دو تا نکته یا بیشتر سه تا نکته بگم که اول از همه ما دو تا ویدیو قبلا داشتیم بهترین فیت ها که 20 تا فیت خوب و 3 تا 5 تا فیت بد و توش معرفی کردیم و به خاطر اینکه یه سری چنل حالا از ما بزرگتر هستن اومدن و استی کردن، نه تنها از اون از ویدیو بیف بین امیرعلی و بچه های وانتوز هم اسکی کردن. چرا میگم اسکی کردن؟ چون دو هفته بعد از کاری که ما انجام دادیم دقیقا اومدن همونو یکی دوتا چیز بهش اضافه کردن، همون صحبت ها رو انجام دادن و توی چنلشون قرار دادن. خب از اونجا که بزرگتر بودن بیشترم بازدید خورد و بیشتر ویو خوردم و خب نوش جونشون، ولی خب دیگه زشت آقا میای اینجوری ور میداری عینن و مطمئنم که این ویدیو رو هم میبینی و خواهی نیشی دراری از همینجا باید بگیرم، خودت میدونی کی دیگه. و خلاصه که این از این و ما اینو تغییر دادیم کردیم 100 تا از بهترین فیت ها که خب شما 40 تاشو تو اون دوتا ویدیو رو هم میبینید و 20 تا دیگه شو اینجا میبینید و تو قسمت های بعدی هم 20 تا دیگه میبینید تا سرجم بشه 100 تا فیت. فیت های بعد هم که داریم خب طبق معمول 3 تا 5 تا فیت بعد با هم قرار میدیم. یه توضیح دیگه که ما وقتی میگیم فیت های خوب نمیام از لیبل ها و گروه ها استفاده کنیم. چرا؟ چون اونا گروه هستن و منطقه که با هم فیت بدن و فیت هاشون هم بعضیشون بتره کنه. خیلی بیشتر ما اونایی رو مد نظر داریم که خب با هم کار نمی کردن یا حتی با هم قبلا کلکل و اینا می کردن و الان اومدن با هم فیت دادن، ما اینا رو مد نظر داریم. و این نکته دیگه که خب مثلا فیت یاس و تکناین رو همه شنیدن و همه میدونن یه فیت عالیه و در سطح جهانی تره کنه، اما مثلا یه فیتی مثل زخم آرشات و سعید اسپیر خب خیلی شاید نشینن و کمتر شنیده شده است. ما میایم در کنار اونها اینها رو هم قرار میدیم چون واقعا اثر نظر عالی هست تا شنیده بشن و دیده بشن حالا در سطحی که هست. و این خب هدف اصلی ما. و بغیر از اون اینه که فیت های بد هم وقتی میگیم فیت بد، مثلا بعضی اومده میشنن این فیت بده اون فیت بده مثلا انتقاد کرده بودن، شما وقتی ما یه فیت بد قرار میدیم مظلوم نیست که آهنگ کلن بده. وقتی دوتا خواننده میان با هم میخونن خب آدم انتظار داره یکیشون میترکونه یکیشون گند میزنه، خب اون میشه فیت بعد، اون شخصی که اومده گند زده. مثل یه فیتی که این آخر میشنوید اونجا توضیح میدم بقیه شو. و میخوام از چند تا از مخاطبا تشکر کنم که همیشه با کامنتاشون کلی انرژی و روحیه به ما میدن، مثل سهیل لیب، محمد زارعی، ایلیا مرادی، چقدر سخت هم اسم رو اینجوری گوشم گفتن، ایلیا مرادی، آس پیک، یکی دیگه بود خیلی سخته از من یه تقلب کنم، شایان ای که اومدن و کلی همیشه با کامنتاشون به ما انرژی و روحیه میدن. دستتون درد نکنه، اینجا تشکر میکنم ازتون. حتی بعضی جاها بعضی اومده بودن واقعا حرفای چرتی زده بودن رفتن و جوابشون رو به بهترین شکل دادن، دمتون گرم، خیلی ممنون. خواستم به این شکل ازتون تشکر کنم. بریم که ویدیو رو شروع کنیم، اما قبل از هر چیزی سابسکرایب و لایک و شیر و اینا یادتون نره که خیلی حمایت بزرگی از ما، چقدر من حرف میزنم. بریم ویدیو رو ببینیم. یه چیزی هم بگم، من سعی میکنم توضیح ندم روی آهنگا چون فهم خواهم معرفی طور باشه و اگه دوست دارید که درباره آهنگا حالا اطلاعات و دیتیل و اینا داده بشه حتما بنویسید که یه برنامه مخصوص اون درست کنیم. و همین دیگه، میریم با هم ویدیو رو داشته باشیم. بعضی از ترک ها ولی توضیح میخواد اونو میام میگم. بریم ویدیو رو هم داشته باشیم. اولین فیتی که با هم میخواییم ببینیم جدیدترین فیت این لیست از سهراب ام جی و تتلو که خب شاید یکم عجیب غریب بود، ترک گرد دو که این همه بحث بود، حسین و پیش رو دوباره فیت میدن باهاش چون خود تتلو گفته بود که اگه اونا بخوام فیت میدم، پیش رو هم گفته بود که من فیتو میدم، اما خب نشده. یهو سهراب ام جی اومد تو داستان با سهراب این آهنگو خوند و خب آهنگ خوبی بود، با هم میشنویم و همه تو فکر شبی خون زدن مثل روز روشنه ولی قوی موندنم، به خودم میگم ضعف نشون نده وقتی خودیام قصدشون بده، همینا که روی تخت نشون دنه یه زنجیر تنم بزن بارون بباره تو بیابون قلبم، یه ذهن شلوغ توی خیابون خلبم، من یه عقرب دارم که اسمش زبونه اگه نیش نخوردی بدون حسش نبوده، من فکرم آراحته ولی افکار تو شاه، یه دل تنگ دارم و یه شنگ باره گیتار پولیت گرافیتی روح نمیگیره بی فاک پولیس با تیه خالی و نمیذارن تو دیوار بولینگ، ضربا تقسیم توان ما تو میزان تو نیست، به کوه مشکلات میزنم شیار گریز، پدر بدبختت که چرا بیچاره دوید که بعد 30 سال ببینه از چه بیمار گلید، فکرامو ازم تو دخترامو الهامو غزل
ندارم حس جنگیدنم، ما هر شب میکنم پیکارو بغل، توی مخ تو هم ترافیک شدید، نشستی به فکر ترایی که زدی که چرا میرسی دقلی پرو دوز و دقلی باشه هستم بلدی استادی انواع اسدی به خودی میزنی تیزیرم میدی بغلی عوضی دم از مردونگی نزن سنگینه صرفت میگیره همه شرفی این تقدیر ما شاید دست ما نیست، آره دست ما نیست. فاز نال پالنی بیا والا تر زندگی که جاودانه نی همی آرم کرده یعنی جوری بارم آبو که میتونم درارم بذارم اینو لای پای شیر حفظم بسته چرت مسته ده آرمان و عرص بره چرت که دست به اینو گذر زمان و سم میگه شب با من باش تا آخر فردا اونجاش با من اگه با من باشی تا صبح خیلی باز میده با من دفی تا صبح آدم ها فقط از تای دلمون یه هدف داریم سور اینو میدونم که تو هم همنیتی تو هم مثل من فقط در به در به دنبال امنیتی کلمه گنی یک بار دیگه من و تو با تکرار این که دنیای ما نیازمنده به رفتار گفتار پندار نیست یک خاطره خاص بساز و با اون صدای صمیمی از خاک سر تزمات گرفت روی کاست های قدیمی اون دستمال سرایی که خریدی دارو تیشرت های رنگی هیچ کدومشون دیگه انداز من نیست خواست گرفته روی کاست های قدیمی اون دستمال سر و جمعه هرچند تخ و سختن گذر درس به هر دو مرز و هر جمعه را میرم از تو شهر از تو شب را میرم ابروخم تو شهر تو رد یاد گرفتم از خودم از دورم و نگاه مردمم باید نفسم با منو کی دیده دافه رو ما کلینه من صاف بره توی قلبم روش بمونه مثل بی بی ده میده بی بی ام میگه افام میدی سی دی بم ولی اوم از زدیم ایتی زدیم ویدی عجیبی قلبم یه جنگله خزون پر از درخت زرد پوشه خستم از این همه حرف از این همه زب چقدر بالا سر ببینم خوبی رو بشناسی انجامش ندی وای به من چه سر انجام بدی زورم به اونا رسیده که دوستم دارن و تحملم میکنن حتی با حرفای رکیج وقتی تنها میشی ده حالا یکم بذار باشه فعلا یه کار جدید دارم دوباره تو فکرم هد با ریتم یک زر تیپ و لشنه درک جون میده تو بگیری فاس ما رو بچن تنبلیم و سر حالی مونه دو نگاه چش تو چش قفلی و مفکاری میخوای برو پیش مفتی و اگه نکه این وره میای جیب پر بیاخه تو پای تختی به صادرات نمیدن پولاتم مرد میخوام حساب صادرات نمیدن همه حرفم هم میگن بیمقلته وقتی تو خیابون هیچ کس نخلوته آخه دستم و به دادم و به جاش گرفتم ولو کاری هم نداشتم چی گذشته بود قبله با کی بودی که همیشه لیلی به لالات بود ولی حفظ روزای قشنگ گذشتم زود نه اینجا بازار بورس اوراق عشق نیست حریف منم که دادن همه به عشق نیست کچم و راست به هر گرزدیم سبک رپ و راست رو از دست ندیم مثل برق و باد و از من تریر درد و رنج ما رو هر کس ندیم میدونی که کسی پشت ما نیست واسه دستگیریم مشتگانیست پس میشه رشته ماری فکرهای قبل خواب من فقط تو فکرم رست به کار و فردا فردای فردا و فرداش و فرداش کلم و حرف قشنگاش همه برنامه همو کردم لاش انداختم اقبل گشتم جاش شدم رفیق هرکی ازم تعریف کرد هرکی به اشتباه هم مهره اولش اگه دقت کرده باشین من گفتم که فیتهای بعد رو میخوام بگم یه توضیح فیت شوگرددی از شایان آسفالت و رضا پیشرو عزیز که ورس اولش رضا پیشرو میترکونه بدون هیچ تردیدی این آهنگم خب دیس بچهای زد بازی سام ویلسون در روز تولد سام ویلسون هم اومد و خیلی خفن چیز ورس پیشو و ولی خب شایان آسفالت میاد و اصلا من نمیدونم چرا این فیت واقعا شکل گرفته اصلا آهنگو خراب کرده گند میزنه تو آهنگ یعنی بچه دبستانی ها میشه گفت میخونه برای همین یه فیت بده و یعنی هیچی از ارزش‌های رضا پیشو کم نمی‌کنه شایان آسفالت رو بله آدم یقش بگیر این چیه میخونی چیه میگی تو تش باش پایانم ارباب داشت شایانم سنگ بنداز توی کارم من استاد پرش با مانم تو فج جیب بابا نه مشی با هم آره با ما نه جون داداش قریبه نیست ما سوز داریم و هم نمیدونم ما پول داریم همه
همه بیپورن این جوادا چه قوی شورن امشب برنامه چیه چون ما سوزدیم و همه میدونن ما پول داریم برای این فیت جی جی سیگر هم که خلاصه که سوسولن همه میدونن البته منظور اصلی آهنگ نیست اگه گوش کنید یه پیغامی توش داره ولی خیلی بد درش آوردن برای همین یه فیت بده واقعا یه فیت بده کاری ندارم به کار گو میخوری هی بهم بگو که زداری یا میکنی که دست تولدت میام حتم با یک هی همه شما سینامیته میخوری تو جل جلوی من نمیزنن از سالت این فیت سورنا و فرشاد خیلی قدیمیه برمیگرده به اولای کارشون ولی خب اصلا نمیدونم من خودم سورنا خیلی دوست دارم فرشادم خیلی دوست دارم دنبالشون میکنم ولی این فیت واقعا بده چی میگه؟ فکر کنم که همین مرتبه بست نباشه پنیر دستمه ندیا کن نمیخوام همین بستمه فلو کرد شب هفتم و من نشم هشکمه برگرد کم نشم من نمیدونم خنگ شده بستشه چی میخونید؟ با من نخونید از این کارا نکنید من رو میخوام بد کنم ولی هم میخوام بگم نخونید پایان یه برنامه دیگه رسیدیم منتظر قسمت های بعدی باشید یه سری خب تغییرات توی برنامه ما اتفاق افتاده ما هر هفته یه برنامه رپی رو حداقل خواهیم داشت و هر هفته حداقل سه تا برنامه و سه تا ویدیو خواهیم داشت و بیفا همچنان خواهد بود حالا مدت زمانی یعنی چی جوری توی چه بازه زمانی رو بذاریم خدمتتون اعلام میکنیم که چی جوری باشه که زمان شاید دست ندید اما اگه میخواید ویدیو رو دست ندید حتما ساب و زنگوله یادتون نره و منتظر نظرهای شما هستیم منتظر آهنگایی که شما یعنی بنویسید کدوم آهنگ به نظر شما خوبه و بهتره که تو بقیه قسمت‌ها باشه یا شاید هم کدوم آهنگ حقش نبود بنویسید و همین دیگه من تو این ویدیو چقدر حرف میزنم خلاصه که مرسی دیگه چی بگم بسی بود همین دیگه مرسی تا این لحظه نگاه کردید منتظر ببینید من چی میگم دمتون گرم اینا نگفتم دو تا قسمت هم این ته اند اسکرین الان احتمالاً یه جایی از اینجا اومده میذارم دو تا قسمت قبلی هم برید ببینید آشنا شید دو تا قسمت بعدی هم منتظر باشید و تو دیداری آینده امیدوارم آرزو میکنم که شرایط خوبی براتون رقم بخوره همین شعار خوبی داشته باشید مرسی از اینکه تماشا کردید بس دیگه برم تو ویدیو بعدی و برنامه بعدی سی و سون